با درود مجدد هموطنان گرامی، هوشنگ، انجمن پادشاهی ایران، یا بهتر بگیم به گونه هوشنگ و نامه هوشنگ، هوشنگ نامه و برنامه هوشنگ و سخن هوشنگ و کتاب هوشنگ و زمانی که بیشتر سخنوران و دانشمندان کتابی نوشتند زمان خودشون کسی توجه بهشون نمی کرد و نکرد و مخصوصا در ارتباط ملت ایران این بسیار صادقی که کسی که سخنی میگه مورد توجه قرار نمیگیره و بعد سالیان بعد مردم متوجه میشن که چه سخنی گفته بود و در چه ارتباطی به قول معروف تازه اون دوزاری میفته و متوجه عمق مطلب میشند. بل بگیم بهتره که هوشنگ نامه از انجمن پادشاهی ایران که باعث افتخار هوشنگ هست که عضوی از این انجمن پادشاهی 7000 ساله و این تاریخ با عظمت که به خواب رفته و به ننگ کشیده شده باشه. البته هوشنگ از بخش افتخارش یادآوری میکنه و بخش ننگینش رو هم مورد انتقاد قرار میده، شاید که این افتخار و این ننگ باعث بیداریه ملت که به ننگ کشیده شده بشه. در برنامه‌ای در برنامه گذشته در ارتباط با مسله کردن 5 هموطن ایرانی در سیستان و بلوچستان سخن گفتیم که ملت ایران رو مهاجرتش رو به سمت خارج مقایسه کردم با یک استامپید، با یک رم عمومی، و همونطور که گفتم من اصلا نمیخوام مورد قول معروف چه میگن بقا و چه چه کسی قرار بگیرم و سخن من مثل شمشیر، مثل شمشیر عدالت، مثل شمشیر عظمت و افتخار شاهنشاهی ایران تیز و برنده است و کسانی که سعی میکنند افتخار علکی کسب کنند یا گول بزنند خوششون نمیاد از سخن هوشنگ. پشت دوری اشکالی نیست. در این استمپید ملت ایران یه دفعه کند و فرار کرد. البته این تنها ملت ایران نبود که بکنه و در بره، کمک جهانی هم گرفت. یعنی در واقع یک توطئه جهانی باعث شد که 7 میلیون ایرانی آواره و درمانده و بی‌هویت در خارج از ایران زندگی بکنه. همون بخشی از ملت ایران که در طی تاریخ مخصوصا در 50 سال حکومت یا بگیم پادشاهی پهلوی سعی شد که یه ذره بیدار بشه، سعی شد. البته ما بارها این بافت اجتماعی ملت ایران رو مشخص کردیم که این چه طیفه در هم و برهمی و این طیفه که در خارج از میهن زندگی میکنه باور کنید که
بذارین بپوشین این بروشو. بسیار بسیار در هم و بر هم، بسیار آمیخته. و باور کنید من همیشه جلوی زبانم رو میگیرم که به گونه‌ای زیادم همه رو قلقلک ندم. هر شبت خدمت شما که رم رو جمهوری اسلامی شروع کرد، یعنی مثل دقیقا مستمپیدی که در گله در واقع شکار در افریقا شروع میشه، یه نفر یه ترسی رو میندازه و رم شروع میشه. رم رو جمهوری اسلامی شروع کرد با گرفتن و کشتن چند هزار نفر. رم میلیونی شروع شد. رم میلیونی که شروع شد، تمام مزارع کنار سیم خاردارا رو برداشتن، گفتن آقا شما از پشت سود بزنید و ما میذاریم بیاد این گله این ور. سیم خاردارا برداشته شد به گونه ای که 7 میلیون نفر تونست بزنه بیرون و این سود متوقف نشد و همینطوری داره سود زده میشه. همینطوری هیها کنار این گله فریاد میزنن، کلاهاشون رو برداشتن میکوبن به پاشون و فریاد میزنن و سود میزنن و گلوله خالی میکنند و رم رو دامن میزنند. و این دو تا خاصیت خوب داره، یکی این که رم از داخل ادامه پیدا میکنه، دوم این که گله ای که زد بیرون آرامش نمیگیره، سکون نداره و همش هی میترسه. چرا باید بترسه؟ برای اینکه نباید کاری انجام بده، باید فقط بترسه و باید همیشه تصور نادرست درش بمونه، مثل تصور به قول معروف. بیایم اینجا هم درس بگیریم و این تصور باید بمونه که تا ملت ایران، تا دولت‌های خارجی نخوان، اتفاقی در ایران نمیفته. این تصور باید بمونه، این تصور باید بمونه که ملت ایران درمانده هست. این خصوصیات تمام باور کنید مللی هست که به بردگی افتادن. البته ترس از قدرت، ترس از قدرت‌های متمرکز، ترس از قدرتمندان گرامیان، فکر نکنید که منحصر به ملت ایرانه. نه، اینطوری نیست. این ترس طبیعیه و از اونجا که خب انسان موجودیه که در حال تکامل هست و همیشه به قول معروف گامی به سوی پیشرفت برمی‌داره، از این ترس هم فاصله میگیره. منتها خب سرعت تکامل خیلی کنده. سرعت تکامل با تغییر متفاوته. البته خب کسی تغییر نمی کنه، کسی تغییر یک شبه نمی کنه. من یک بار این مطلب رو از زبان سلمان رشدی گفتم در کتاب آیات شیطانی، که تغییر بسیار کند انجام میشه و تغییر نخواسته انجام میشه. شما نمیتونی بشینی و بگی من میخوام الان تغییر کنم و تغییر کنید. و تازه کسی هم اگر بخواد با برنامه تغییر بکنه، نمیتونه جان سالم به در ببره، دوباره گیر میفته و برمیگرده سر جاش. آنچه که ما در ارتباط ملت ایران میگیم تغییر نیست، بیدار شدن یک ملت هست.